خندگی کم آوردم زینو، دارم تحت تاثیر اوزان قرار میگیرم. هر چقدر هر جوری رفتار میکنم که انگار برام مهم نیست، ولی در اصل اینطور نیست. اون نسبت به هم هیچ حسی نداره، انگار یه دیوار نامری بین ما هست، نمیتونیم از اون رد شیم. هر کاری میکنم هم نمیتونیم بگذاریم. اوه قربونت برم، من فدات شم عزیز دلم، اوه میمیرم برات. ولی گوش کن ببین چی میگم. تو که اوزانو میشناسی همین جوریه، اما تو باید اون دیوارو بشکنی. همین که بهت گفتم منصرف شدن نداری. تلاش کنم نه؟ معلومه دختر، اوزان دوستت داره، اون عشقش به خشمش غلبه میکنه. این خط این نشون. حق داری، من تا امروز همه چی تو دلم نگه داشتم. چی شد هان؟ هیچی. آره؟ نشد. میرم با اوزان حرف میزنم و میگم اوزان ما یه خانواده هستیم، میگم که ما دوباره کنار هم دیگه هستیم، ما الان یه بچه داریم، بیا همدیگه رو بغل کنیم و بخوابیم. میگم بیا هر چیو که تا امروز تجربه نکردیم و با هم دیگه تجربه کنیم. آهان آفرین بابا، برو حرفاتو بزن، هرچی نگفتی دیگه بسه، برو همه چیو بگو. در ضمن دیگه لیلا و بقیه زنان برام مهم نیستن، اونا کی باشن دیگه. میگم که برای شب یه میز خوشگل آماده کنم، بشینیم و حرف بزنیم و غذا بخوریم. آهان نظرت چیه؟ ما به عنوان یک زن شوهر واقعی با اوزان از سر اون میز پا میشیم. آفرین دختر، همینه. وقتی رفتی خونه سوروسات بچین بعد شروع کن حرف زدن. شما زن شوهر واقعی نیستین؟ آره. سلام لیلا خانم، حالتون چطوره؟ آقا اوزان شب میخواد باهاتون شام بخوره، وقت دارید؟ خیلی خوبه، عالیه. من ساعت و مکانو همین الان براتون ارسال میکنم. بله البته، میبینمتون.